بیشترین چیزی که بهم امید میده دیدن تلاش و پیشرفت گلون و خودم در کنار شما هست. اینجا یاد گرفتم که هر روز باید بهتر از دیروز باشم، چون آدمای زیادی هستن که منتظرن ما یه پست جدید بذاریم بتونن بهتر از گرگی‌هاشون نگهداری کنن و خونه سبزتری داشته باشن. قبول دارم یه کوچولو دیر به درکش رسیدم، ولی خوشحالم که بالاخره فهمیدمش. سلام، من الهام برزگر هستم از تیم گلون و توی این ویدیو قراره با همدیگه گپ و گفت خودمونی داشته باشیم، حرفایی که بین ما و شماست و همین الان باید زده بشه که نمونه توی دلمون. و اینا رو هم دارم میگم چون شما رو جزو خانواده خودم میدونم، همیشه دعاهای خیرتون پشت سرمون بوده. یه سریاتون هم بودین که بعد و بیراه کم نگفتین، ولی دمتون گرم، انرژی مثبت بیشتر بوده. چند روز پیش یه دوست عزیزی پیام گذاشته بود که این بک‌گراند پشت سرتون پرده سبز یا طبیعی واقعیه؟ اینا همه گلای طبیعی هستن که جلوی چشم ما برگ جدید میدن، کلی براشون زحمت میکشیم که به اینجا رسیدن، ولی خب تلفات هم کم نداشتیم توی زمستون که شرایط نامساعده. صادقانه بخوام بگم خب ما اینجا توی دفتر کار آب لوله کشی و گاز شهری نداریم، فقط برق داریم. آب مصرفیمون با یه تانکر تامین میشه. برای گاز هم از کپسولای مایع استفاده میکنیم که چون برای خودروهای گازسوزه یکم سخت میشه پیداشون کرد، قیمتشون هم بالا رفته. خب خدا رو شکر امسال با حمایت‌های شما تونستیم که به درآمد برسیم. دم تک تکتون گرم. یه خورده هزینه بیشتری کردیم که بتونیم دما رو ثابت‌تر نگه داریم و گلها فعلا خدا رو شکر تا الان زنده و سلامتن. توی تابستون هم اوضاع بهتر از این نیست. خب کولر و پنکه نداریم، مجبوریم گلا رو بیرون نگهداری کنیم، ولی چون خب حالا دما رو میشه خورده کنترل کرد، اوضاع بهتر از زمستونه. اینا رو هم گفتم که بدونین، نه این کامنت بذارید شما که واردین، شما که آموزش میدین چرا باید حال گلاتون بد باشه یا گلاتون خراب بشن. خب یه سری شرایط پیش میاد، نمیخواستیم تا الان اینا رو بهتون بگیم، این ور قضیه رو ببینین، ولی خب دیگه الان وقتش بود در جریان باشین. درسته وضعیتمون بهتر از 2 سال قبل که تازه شروع کرده بودیم، ولی هنوز به اون سطحی که میخواستیم نرسیدیم. دمتون گرم، یه سریاتون همیشه حمایت میکنین، ولی یه سریا هستن که فقط پیج ما رو میبینن، همین، هیچ ریاکشنی نشون نمیدن و این خیلی به ما ضربه میزنه. یه سریا هم هستن که خب نه فالو میکنن، نه لایکی، نه کامنتی، چیزی، میان مستقیم دایرکت سوالشون رو میپرسن و طلبکارانه منتظرن ما بهشون جواب بدیم. خب ما هیچ جا نگفتیم که واسه مشاوره هزینه‌ای دریافت میکنیم یا بخوایم دوره بفروشیم مثل خیلی پیجای دیگه. همین چند هفته پیش بود فکر میکنم که یکی از همکارا آموزش بسته‌بندی گل و گیاه رو که ما به صورت رایگان داخل پیج گذاشته بودیم رو به صورت دوره فروختن و هزینه عجیب غریبی هم واسش در نظر گرفته بودن که متاسفانه ما که انتقاد کردیم بلاک شده بودیم. خواستم بدونید ما هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندادیم، هرچی که بلد بودیم در اختیارتون گذاشتیم به صورت رایگان. اگر بلد نبودیم رفتیم یاد گرفتیم، باهاتون به اشتراک گذاشتیم، ولی آنچنان حمایتی نشدیم. مثلا توی اینستاگرام از پستی که 200,000 خورده‌ای بازدید گرفته فقط 8,000 نفر لایکش کردن، یا توی یوتیوب هم اوضاع بهتر از این نیست. روزانه 500 نفر میانگین حالا ویدیوها رو میبینن که از این تعداد نفر 10-12 نهایتاً 30 نفر ویدیوها رو لایک میکنن. یه سری همکارم داریم خیلی جالبه، فکر میکنن پیج ما مکان تبلیغات عمومیه، میان زیر پستامون تبلیغ میکنن پیجشونو بدون اینکه کوچکترین حمایتی از ما کرده باشن. حتی یه سری کاربرم داریم 3-4 صبح میان توی واتساپ به ما زنگ میزنن و انتظار جواب دارن. خب ما مجبور میشیم که بعد از چند بار تماسشون بلاکشون کنیم. در آخر ازتون میخوام اگر که ویدیوهای ما رو دوست دارین لطفاً حمایت کنید، لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین. واقعا بهتون نیاز داریم، به دلگرمیتون، به پشتبانتون نیاز داریم. اگرم دوست ندارید محتواهای ما رو، ایرادی داره، لطفاً بیاین کامنت بذارید، انتقاد کنید، پیشنهاد بهتر بدید که بتونیم کانال رو پیشرفت بدیم. یه سری برنامه‌های باحال ریختیم واسه پیج، میخوایم اجراش بکنیم، ولی متاسفانه اگر حمایت نشیم مجبور میشیم که پایان گلون رو اعلام کنیم.